در آخر زمان بعد نشانه ها مشخصه. نمبر 2، شروع میکنن تمام آدم ها و سیاست مدار ها و دیندار ها راجع به تغییرات اقلیمی حرف میزنن، برای که بعد مردم مخصوصشون رو آماده کنن دیگه. آماده باش، مثلا وقتی مثلا سریال وایکینگ دد اومد بیرون، یا سریال های آدم ها رو بخور اومد بیرون، علتش چیه؟ علتش اتفاق سوم قراره بیفته. اتفاق سوم چیه؟ ویروسی یا آمپولی یا کاری که اینا هی میگن توی کرونا، میگفتن دارن آمپول ما رو میزنن، میترسیدن. یه سری از پاتریوت‌های آمریکا هم اینطوری بودن، میترسیدن. چرا؟ برای اینکه در والکینگ دد ها یا در جاها فیلم هایی که الان شروع میشه زامبیا دارن میان بیرون، مشکل اینه که یکی ویروسی بعدا اینا تولید میکنن که مرز بین انسان نما و انسان تولید میشه. یعنی یه آمپولیه، مثلا فرض کن که مثلا آمپول مثلا فلان چیزی برای مثلا بیماری میاد، حالا ما نمیگیم کرونا که بگن وای راجع به کرونا حرف نزن یوتیوب تو میبندیم، مثلا راجع به کرونا حرف نزن، کرونا گله، پسر خیلی خوبی عرفانی بود و زحمت کشید رفت کارش داره. ویروس بعدی که قراره بیاد، که من توضیح دادم که قراره بیاد، ویروسی که نگاه توضیح دادم و خیلی چیزای دیگه، این ویروس ویروسی که وقتی وارد میشه توسط ممکنه آب به شما داده بشه، یعنی به صورت خوراکی، آمپول تو باسن شما که نمیزنن، که قراره در خوراکی به شما داده بشه. وقتی این ویروس داده میشه به شما، متاسفانه اتفاقی میفته. الان من حسینی، تو نمیدونی من انسانم یا انسان نما، که نمیتونی بفهمی که، و خیلی دیگر نمیتونی بفهمی. اما وقتی که اون داده میشه در دی ان ای من و اجداد من، معلومه که من نسل انسانم یا نسل حیوانم، و همه خاطر میفته با اون خوراکی که به شما میدن و اون چیزی که شما میخورید، که اصولا باید در آب آشامیدنی این کار رو بکنن، اصولا بهترینش در آب، اثرش خیلی بیشتر تو غذا هم هست، ولی در آب اثرش خیلی بهتره. بعد بهتون میگم اصلا آب متاسفانه یکی از موجوداتی که خیلی خوبه در کره زمین و خیلی خطرناکه. حالا من بعدش حرف میزنم بعدها. این خوراکی که به من و شما میدن موجب میشه که حیوانات وحشی میشن، نه انسان ها. یعنی شما که تو وایکینگ ددا یا فیلم های سریال های میبینی زامبیا حمله میکنن، اونها حیوان انسان نماهای کره زمینی هستن که همه ما از اون آب میخوریم، اما من چون انسانم و سیستم این ویروسه یا این چیزه تو من اثر نمیذاره که من حیوان شم. حیوان ها حیوان میشن، و چون تعداد حیوانات کره زمین، اگه 7 میلیارد ما مثلا مردم در کره زمین داریم، حدوداً بالای 6 میلیارد و 800 900 میلیونشون انسان نما هم دیگه، انسان نیستن، و همین خاطر اونها شروع میکنن حمله. یعنی دست خودشون نیست، یعنی این ویروس اثر میذاره و به حیوان تبدیل میشن، و چون حیوان هم دیگه فرق نمیکنه که این حیوانه در فضاشون بوجه. اون راجع به این ویروس هم میخواستم توضیح بدم که بدیم. پس آخر زمان برای اینکه بتونن این ویروس رو تولید کنن و بدن، باید چیکار کنن؟ بعد منابع آب جهان رو بگیرن دستشون. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی دانشجوها رو بعد بفرستن دانشجوی سازمان امنیتی و وزارت اطلاعات های جهان، سازمان های امنیتی جهان شروع میکنن کارشناسان آبشون رو از خودشون میذارن. چرا؟ برای اینکه اگر احتیاطاً کاری بکنن نتونه خبر بیاد بیرون تا پخش بشه تو مردم، و به صورت کامپلت و مشخص میان منابع آب رو در تمام جهان میگیرن. یعنی الان سازمان امنیتی در محیط زیستی، در مکانی به نام محیط زیستی دارن فعالیت میکنن. یعنی هر کسی در محیط زیسته، من کارشناس یا من پروفسور شینگ شونگ شونگ داره میره ژاپن که ببینه محیط زیسته اونجا و اینا، چون نمیتونه بگه که من دارم میام چیکار کنم، که علتش هم اینه که میخواد ببینه مناطق چجوریه که وقتی اون کارو میخوان بکنن اینا نتونن کاری بکنن، ببنده راه ها رو. به عنوان اینکه بیام اقلیم داره تغییر میکنه، بعد بیاد دیگه میگه اقلیمی داره تغییر میکنه، جهان داره تغییر، میاد ایران چک میکنه. برای همینم چه چیزی میگیره، چون جمهوری اسلامی موضوع رو میدونن. اینا هم سران دنیا همه موضوع رو میدونن، اونایی که هستن. تنها کسی که موضوع رو نمیدونه تویی که دور خرخره دجال یا سریال ها وای اینجا تو نشون بدی، اونجا تو نشون بدی، تو همین تا نشون دادن ها در حال مرگی، خبر نداری، چون خرد تکون نداری. پس نکته بعدی برای اینکه بتونن اون ویروسی که من راجعش صحبت کردم، که ویروس آخرالزمانیه و خیلی نشونه ها داره، که من در یه برنامه قشنگ توضیح میدم که اون چه اتفاقی خواهد افتاد، برای اینکه اون ویروس تولید بشه که تا انسان ها رو از حیوانات یه خط بکشن، جدا کنن و شروع کنن زامبی بازی تولید کنن، باید ابتدا دارو، غذا، آب رو
در کره زمین به کنترل خودشون بگیرن. پس هیچ انسانی، هیچ آدم معمولی مثل تو که رفتی تو دانشگاه میخوای درس بخونی برای آبشناسی و به قول خودمون، مثل الان ایران هر کسی که میخواد گرایش اتمی بخونه یا هر حرکتی بخونه توی فضای فیزیک و اینا در خارج از کشور یا برگردی میگیرنش دیگه. شما همین الان برو دکترای فیزیک بگی، برو برای به صورت حالا مثلا گرایش اتمی مثلا تو حالت جامد اینا مشکل زیاد بوده هنوز میگیرن، ولی تو این یا حالا مثلا اولین سوالی که من وارد کشورها شدم این که شما فیزیک خوندی، سوال اولش این بود، خیلی براش مهم بود دیگه، خیلی مهمه. خب پس الان در ایران هر کسی که میخواد بره تو فیزیک و گرایش اتمی یه حرکتی بکنه، اصلا فکر نکن که شوخی نکن مرا نگرفتن، همه گوه زیادی میکنن، همه رو میگیرن میبرن اون پشت، با مایی یا علیه مایی نمیتونه رشد کنه، دقت کن نمیتونه رشد کنه. سازمانی به نام حرکت های اقلیمی جهان که داره تولید میشه، گروهی هستن که همه بچه های سازمان اطلاعات اصلا توشون عادی وجود نداره. یعنی یه نفر رو فرستادن از سم نونوایی نون بربری میداده، بردنش گفتن شما کارشناس آب شد، یعنی یارو مشاور هاشمی رفسنجانی بوده، یهو شده مشاور آب. آب و فاضلاب با هم فاضلاب رو میشناسه، دونه دونه فاضلاب با هم آب رو خوب میشناسن. مثال زدم پره. پس هر کسی دیدی گفتش که هوا داره گرم میشه، بچه سازمان اطلاعات بشه زیگزاگ تو صورتش برو، اصلا فکر نکن راجعش، اون آدم حتما بچه های سازمان امنیت، حتما اصلا شک توش نکن، چون آخر زمان به آب رب داره. راجع به غذا، غذا رو اصلا دنیا باید غذا و دارو رو توی سبد بذاره. چرا؟ چون بتونه غذای مردم رو یه طوری کنه که مردم محتاج داروشن تا داروشو بفروشه. اگر غذای ارگانیکی تولید کنه که مردم مریض نشن، خب پس چجوری دارو میفروشه؟ خیلی ساده است. پس تمام کسانی که در سیستم داروشناسی جهان دارن کار میکنن، حتما چه سازمان میتن اون بالاشون، حتما بقیه هم که عملا دارن کار میکنن که نمیدونن چیکار دارن میکنن میرن. پس اینها مشخصات سازمان امنیتی و مشخصات آخر زمانیه. یعنی در آخر زمان آب و چیزای گروه تغییرات اقلیمی تولید میشه برای اینکه وارد کشورها بشن، ببینن که چه خبره اونجا، تا اون ویروس رو بتونن ساده انجام بدن. و اینم که میگفتن کرونا تولید شد و یهو یک کنش و با کنش و یک شوک وارد کردن، برای اینکه ببینن که آیا مردم اینقدر میترسن که بشینن تو خونه. سوال یک سوالاشون این بود، آیا میشه مردم نشون تو خونه؟ چرا تو وقتی بشینی تو خونه دیگه نمیری بیرون از ترست آب بیاری؟ پس برای اینکه بتونن تو رو اون خوراکه رو بهت بدن، بعد اولین کاری که باید بکنن که یک انفجار در یک حرکتی باید انجام بدن، مردم از خونهشون بیرون نیان. یعنی مثلا فهم هر کی بیرون با گلوله بزنه سرش، اگر مثلا تو تهران هر کی از خونه میاد بیرون یک گلوله بزنه تو سرش، مردم تهران حداقل 4 روز دیگه بیرون نمیان. وقتی که 4 روز بیرون نمیادن، کی باید غذاشون بیاره؟ آژانس باید زنگ بزنه غذا بیاره. از کجا باید بیاره؟ از مواد غذایی. مواد غذایی کی میدید که اون بالا خوشون چیده؟ آب اون دوره 8 روزی که شما تو خونه، 6 ماهی که تو خونه هستی رو آب تو دولت میگه ما به آب به مردم بدین، این هم خره دجال است. یعنی دولت نمیگه مردم در خانه نشستن، ویروس ها اومده، مردم میترسن برن تو خیابون، چیکار کنیم؟ ناراحت نباشید مردم، دولت میگه مرده به شما، آب میارن به خونتون، خوراک دم خونه، اون موقع تو داری میخوری که خار مادرت زرویزه. پس خره دجال این نیست که یه خری میگه را میره، نه، خره دجال حکومتیست که میاد آب و دارو و مواد غذایی شما رو بتونه به شما بده. ولی اگر وقتی تو میری تو خیابون، من از اینجا خرید میکنم، نه میره آنجا خرید میکنم. پس باید قبل از این که شما اون ویروس رو وارد کنن، باید یک فرمولی بریزن که بتونن این کارو بکنن. یکی از اون فرمولایی که شما رو تو خونه بتونن نگه دارن 60 روز، این کارو در چین کردن. گفت مثلا حالا بیماری فلان اومده، همه تو خونه، همه رفتن تو خونه، هر کی اومد بیرون تداعی شد و مردم چین نشستن تو خونه. این تستی بود که ببین آیا مردم آمریکا میشن تو خونه، مردم آمریکا نشستن تو خونه. خیلی سوال مهمه. مردم ایران نشستن تو خونه خیلی هاش. مردم فرانسه بعد ببینیم کیا نشستن، کیا نشستن. پس اینا هست. پس یکی این که گی و لز و اینا تطبیق میشه، یعنی بچه شما که 6 سالشون میگه مامان چرا من از نباید زن با زن ازدواج کنم؟ فمینیستی قدرتمند میشه، چون باید حتما، اصلا اگر
گی و لز و ورشداری اصلا به تجاوز میکنه. شما باید راجع به این حرف بزنید. یعنی اصلا یعنی میکنم که نگه شما میخواد بشیم میکنم نظر شما راجع به گی چیه؟ من باره بیرون شما نظرتون چیه؟ ما با گی موافقیم شما بیرسیم بشیم. اصلا اینجوری قانونه خفه شو. قانونه تو مدارس هم به زودی شروع میکنه. حتی در جمهوری اسلامی کشورهای مذهبی موظفن که راجعه گی حرف زن به لز باید زنه اینجوری بکنه به زنه. همه اصطلاحاتون شروع میشه. یعنی باید شروع شده باشه. الان من که واقعا نگاه نمی کنم ولی باید شروع شده باشه. اصلا نمیتونه اگر آخه کشور اسلامی ببین اگر جمهوری اسلامی کنه که تا عوضش میکنن حمله نظامی میکنن بهش. باید گی و لز انجام بده. پس یکیش اینه، یکیش آب، یکیش داروه، یکیش عرض حضور شما که چیز تغییرات اقلیمیه و یکیش جا به جایی قدرت ها و رفاقتشونه که داره اتفاق میفته. جنگ جهانی سوم و نوع نگاهی که بها من به شما گفتم تو فضای روسیه. برنامه کیم محمد رو ببینید، برنامه قبلی و امسال هم ببینید تا ببینید که قراره که چه اتفاقی در کره زمین بیفته و شاخصه های دیگه و نشانه های بسیار زیاد دیگری هم وجود داره که حالا در یک برنامه به صورت کامل برای شما توضیح خواهیم داد. مرسی که این برنامه رو گوش کردید. بدرود.